از همکنون اعلام می کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره و ما شاهد گسترش در تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژ ها، انواع سانتریفیوژ های جدید و هر آنچه که ما نیاز داریم برای غنی سازی انجام بده سازمان انرژی اتمی ما، و ما شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم. البته میدونیم که این کار گام بسیار بلندی است که جمهوری اسلامی ایران برمی‌داره. برای اینکه مردم ما مطلع باشن، بخش عمده مذاکرات ما در 5 به اضافه 1 با 6 قدرت بزرگ برای زمانبندی تحقیق و توسعه بود که زمانبندی تحقیق و توسعه چگونه باشه، از سال اول چگونه باشه، از سالهای بعد، سال هشتم، سال دهم، تمام این زمانبندی هایی که ما در واقع در برجام مورد تعهد ما بود برای تحقیق و توسعه از روز جمعه به طور کامل برداشته میشه و هر آنچه که ما از لحاظ فنی و از لحاظ پیشرفت در زمینه تکنولوژی فناوری هستی مورد نیاز ما هست، البته با نظارت آژانس و در چارچوب حرکت صلح‌آمیز انشاءالله انجام خواهیم داد. در این حال 2 ماه هم فرصت میدیم باز به کشورهای 4 به اضافه 1 که اگر تونستیم باز به توافق برسیم، البته در شرایط توافق ممکنه باز برگردیم به تعهدات برجامی. امیدواریم مردم ما در این ایام عزاداری سالار شهیدان موفق باشند و اطمینان داشته باشند که دولت جمهوری اسلامی ایران قوای سگانه در زمینه منافع اونها با حساسیت عمل خواهد کرد و انشاءالله مشکلاتی که پیش پای مردم هست امیدواریم با همکاری و هماهنگی سقفه برداشته بشه و یا کاهش پیدا بکنه و مردم هم بتونند با درس آموزی از کربلا و عاشورا مقاومت و اراده و ایستادگی خودشون رو حفظ کنن انشاءالله.